سلام بینندگان گرامی، اینک پیشنهاد شما میکنیم نمایشنامه جالب و دیدنی رو از تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بانوی پیک را. در نمایشنامه مذکور هنرپیشه های زیادی نقش آفری کردند، اما ما خواستیم اطراف هنر و مهارت و ملکه هنرپیشه جوان منوچه رحمان رو برایتان معلوم دهیم و باور است که اطراف این نمایشنامه قهرمان برنامه میتواند خوبتر روشنی اندازد. برایم دکور این نمایشنامه خیلی جالب دقت بود، چون هیکل ها روی صحنه گذاشته شده بودند. آمدن شما با چرخ زدن دکور انگیزه ای را برپا می کند. پیراهن مجلا در تن امثال شاهزاده های قدیم رو می ماندید. کمی اطراف نقشتان و کاربرد نمایشنامه حرف می زدید. من می خواستم اولا درباره کمی نمایشنامه معلومات دهم که اپیره چه خیلی که گفتید بانوی پیک یا اینکه پیکوه داما از طرفی یکی از کمپوزیترانی برجسته ترینی روس پیوتر ایلیچ چایکوفسکی نوشته شده است و یکی از اپیره آخرینی او است و در جهان این اپیره یکی از اپیره های کلان ترینی موسیقی یا اینکه گویم کلان حجم و مشکل ترین اپیره به حساب می رود. لیبریتوی این اپیره برادری این کمپوزیتر مادست چایکوفسکی نوشته است. در این اپرا من این نقش رو، نقشی که با نام گرمان است، اجرا کردم و برای من در اول روز بسیار مشکل بود. از روی ژانر اپرا اگر صحبت کنیم، این نقش رو باید تنری درام سرایت و من که خود آوازی تنری درام رو کمتر دارم، من اصلا تنری لیریکا دراماتیسکی می باشم، در اول برای من مشکل بود. و چه خیلی که می دونیم اگر صنعتکار خواهش داشته باشد از عهده ای، من فکر می کنم که همه ای کار می براید. اگر در اطراف نقش صحبت کنیم، گرمان خود یک افسری که روح گم زده است، در اول عاشق است و بعدن با بویگری با پول مایل می بندد. در این نقش کار کردن با شما برد کارگردان بود و یا از خود شما؟ در این نقش کار کردن برد، من فکر میکنم که بردی همه ما بود. اساس نقش ها رو جوان ها آفریده هستند. در آنجا یکانه دو نفر استاد صحنه ارتیستی خدمت نشان داده، استاد صادق نوراللهیف که در نقش یلیتسکی و استاد سایفالله یوسوپوف در نقش تومسکی بازیگر. دیگر همه ما جوان ها
این نقش رو آفریدگی هستیم و تصمیم گرفتیم با کارگردان سهراب عثمانوف و سردیریژور تئاتر انور شایمرادوف که همین نمایشنامه رو به صحنه گذاریم. بیلا сложно принять решение поставить ее или нет, в частности с главным героем Манучером Рахмоновым, нашим солистом театра. Беседа шла долго, мы практически его уговорили, потому что не все театры могут взяться за эту оперу из-за, в первую очередь, из-за того, что из-за сложности партии Германа. Некоторые театры, в истории некоторых театров даже эта постановка не ставится из-за сложностей, вокальных сложностей вот, партии Германа. Первая задача этой постановки заключалась в том, чтобы после «Пиковой дамы» мы могли расширить, скажем, наши возможности, так как в театре не было драматического тенора, ряд мировых опер не могли ставить. И решение было такое, что мы возьмем именно «Пиковую даму», поставим эту оперу, и после этого Манучер Рахмонов сможет дальше уже браться за драматические партии. Цели твердою ногой, как прежде, не могу я. Я сам не знаю, что со мной. Я потерялся, негодую на слабость, но владеть собой не в силах больше. Я влюблен, влюблен. Как ты влюблен? В кого? Я имени ее не знаю. Хочу узнать, земным названием не желая ее назвать. Аз руи амин накши, ки ман офаридан, бисёр масъалаҳо буд, ки شاید من نتوانم این نقش رو آفریده. از روی چی؟ از روی آواز. نه اینکه از روی مهارت صحنوی، از روی شکل خواندن همون گویم صدا پارتی میگویند، همون نقش صدا مشکل است. بسیار مشکل است. یعنی بالای نمایشنامه تمرین ها خیلی زیاد بود. البته. چون مسئله مهم با شما ایروه میگردد، شما از دونستان آن سرکشی میکنید. سبب در چی بود؟ این همون مسئله که او عاشق است و نمیتواند اظهار محبت کند. به همون دختره که گفتیم لیزا. از سبب که او از طبقه بالایی است، گویم بای است، گرمن باشد. او هم از طبقه بالایی است، اما بایگری کافی ندارد که خود را با این دختر که با لیزا اظهار محبت کند. بعدا فکری گرمن ویران می شود. او با فکری انیق آمده نمی تواند. Я только мог спокойно жить, пока во мне дремали страсти. Когда я мог владеть собой, теперь, когда душа во власти одной мечты, прощай, покой, прощай, покой, отравлен, словно опьянен, я болен, болен, я.
اینак شروع شد صحنه آغاز می‌گردد و شاید در این لحظه نمایشنامه نقش‌آفری کمی برایتان آسان می‌گردد. شروع شوق صحنه همون وقت آغاز می شود که اگر نقش به دل خود باشد، هم خیلی نه، باید هنگام نقش آفریدن فعل همون نقش رو، خاراکتر همون نقش رو دانستن شرط و ضرور است. اگر اکتور یا اینکه سراینده اپرا خودی گویم کارگر همون اکتوری تئاتر، اگر گویم خاراکتری همون نقش رو نداند، او موفق نمیگردد. اون نقش رو با موفقیت اجرا کرده هم نمیتوند، برای چی؟ او نمیداند چی گپ است. هنگامی که سیتیزن و شرح و توضیح اطرافیان رو میشنوید، کمی به غضب میافتید و خود رو ناراحت احساس میکنید، همینطوره؟ البته. برای چی به سیتیزه و بر غضب میافتند؟ فکری عمیقی خودی این نقش گرمن رو به یک چند طرف میکشند. بوکس کی میکشد؟ دوستانی نزدیکی همون گرمن، گویم باز همون تومسکی، باز همون چکالینسکی و سورین. او را از فکری عاشقی و عشقی لیزت دور میسازند، فقط بر فکری او چخیلی که گویم همین یک نفر رو گفتند گیری اخیر میرود همون کار رو میکنند. در همین نقش همین حال شدگی هست، همین گونه شدگی هست. چراغ و موسیقی نیز در نمایشنامه خیلی خوب استفاده گشته است. در دقیقه 24 شما هنگام صدا دادن رعد و برق ناپدید می شوید و جمع زنان با اشک و حسرت روی صحنه می آیند. کمی همین لحظه نمایشنامه را شرح می داده. بله، این گزارش از گویم نمایش یکم و دویم است، درست قید کردید. در آنجا بعد از آنی که به غضب آمدنی گرمان است و او تصدیقانه می سراید می خواند که من باید در اول گفته می گذاشتم او لیزا یکی از گویم چه خیلی که از می بیان بر فوتیهی گویم گراف یلیتسکی بود، دیگر نفر. بله دیگر نفر، در عشق دیگر نفر بود. او با غضب می گوید که князь Єлецький, ман уро аз дасти ту мегирам. Сана, яке гуфтет гамгини занхо, аслан дар онҷо суруди гуем аз руи мантик, суруди камтар хушҳол аст. Аммо бинед ки композитор то ҳамон дараҷа нозукиро фикр кардаги аст ки дар инҷо Лиза ки خود دختره که جوان بگویم روحیه بلند است، همین سرود خوشحال رو با واسطه موسیقی غمگین داده است. Не уходите же, останьтесь,
я сам уйду сейчас и более сюда не возвращусь. Одну минуту, что вам стоит к вам умирающий взывает? Зачем? Зачем вы здесь? Уйдите! Нет! Я закричу! Кричите, зовите всех! Я все равно умру, один или при других! دو دلداده هم روز و هم درد و هم بول میگردند ولی برخلاف این همه باز از رد و بدل و خشم و قدرت دشمنان در هراسند. چون واقع آشکار میگردد به هر دو مشکلی ایجاد می نماید. همینطورنیم؟ گویم که واقع آشکار میگردد همون دوستانی که به نام دوست میشن در اپرا با اینها مشکلی می آورند. هنگامی که گرمن هر باری که بانوی پیک رو میدید در فکر او همو بایگری زدن میگریف آن چیزی که دوستان در اول گفته بودند همون سه کارته یک بازی که هست پول باید میامد عشقی لیزا دویمین درجه شده میمون برای هم قدر دوستش تومسکی بانوی پیک رو رنگی گویم مخصوص کرده ای بوریم ایسو میگذاراند اگر اهمیت داشت ایسو میگذاراند که همین فکری گرمن با لیزانیو با طرفی بوزی تغییر یابد بله هنگامی که اطرافیان عشق شما رو نمیپذیرند این کار خیلی ناراحت کننده بود و شما در خود اسلحه میکشین بله از این کارها از این واقعه ها در آخر گیم گرمن از خود بیزار می شود تا همین درجه می شود که به خودکشی می گذارد در اول می خواهد از کمپیر گویم با خوبی سیری این سه کارت را فهمد Значит, смерти приговор ты произносишь. О, Боже, я с нею, уходи, прошу. Скажи тогда, умри. Боже, правый, прощай. میگوین عاشق نه از آتش و نه از آب میترسد. هر یک سیمو پیش نظر منوچهر سیموی دلدودهش رو میموند با مانند همین لحظه نمایشنامه که او خیلی خجالت زده بود. Не пугайтесь, ради бога не пугайтесь. Я не стану вам вредить, я пришел вас умолять о милости одной. یعنی حالت شما تا این حد مشکلی ایجاد می نماید که ملهم این زخم ناممکن است یعنی زخمی کشتن پیرزن از جانب شما پیرزن رو گویم ترسی سلاح می کشد که سلاح رو البته که گرمن می بردارد او البته پیرزن در حیرت است که چه خیل گرمن در خانه من است او سفسطه می گوید سیری سه کارتا در پیرزن مثال چی دخلا دارد او در حیرت است اما بعد از آنی که کمپیر که میمورد از ترسی سیلا بعدا
در نمایش در نمایش دیگری اپرا در نمایش دیگری اپرا گرمان در پشیمونی است که من اینقدر لیزا رو با همین واقعه ها دچار کردم. من چی کار کردم؟ Ребячица, хотите ли назначить мне три карты, да или нет? А что касается исполнения наших солистов и в частности Германа, очень сложная партия, не просто потому, что вокальные сложности имеет, но и по драматургии композитор очень тонко описывает его внутреннее состояние, внутренние происходящие мысли. В этом плане перевоплощение для самого героя очень сложно. Нужно понять логику, ну, мягко говоря, сумасшедшего человека. У которого сначала идут одни мысли, потом в какой-то момент по щелчку у него кардинально меняется логика поведения. Нома ро бояд сузу дард ва қалби хунин мехонед, у ман дар нома чи навишта шуда буд? Он номае ки баъд аз гуем вафоти бонуи пик ба ман чанди вақт мегузарад, медиҳад ба ман Лиза. در آنجا نوشته شده است که من باوری دارم که تو گویم بی بی مرا نکشته ای. در اینجا لیزا به خود وای میکند. عهد میکند که نه. تو نکشته ای. اگر این حقیقت باشد همین بگاه به نزد بحری این واقعی که در شهری حاضره سنگ پیتربورگی روسیه گذاشته است همون وقت لینگرد گذاشته است در نزد همون دریای نیوه باشد خطا نکنم شده میگذارد همین شب ما در آنجا وو میخوریم اگر تو در وقتش بیایی این حقیقت است که تو نکشته ای اگر تو نیایی من به خود قول میکنم که بی بی ما رو تو کشته ای در آن نامه هم خیلی نوشته شده است و узри зиёд пурсидаги аст ки ман ба ту дағалона рафтор кардам ҳангоме ки бибиам мурдагӣ буд. Дар намоишномаҳои калон ҳаҷм нақшофарӣ кардан бароятон то куҷо мушкил ва мактаби омӯзиш буд? Зеро нақши шумо хеле зиёд буду аз бар кардани матн фикр мекунам душвор. Барои офаридани нақшҳои калон аз он ҷумла Герман рости мо мехостем дар аввал ду сол пеш ин намоишномаро монем. Баъдан дар фикр омадам ки не, ман ҳоло ба ин нақш нарасидам. Чӣ хел ки медонем, ҳар як нақш дар опера синду соли худ дорад. Ин қоидаш ҳам хел. Барои чӣ? Барои оне ки овоз бояд ба ҳамон ҳаҷм расида омаданаш дар кор. Овоз бояд ба қувват шуданаш дар кор, овоз бояд ҳама вақт дар тамрин шуданаш дар кор. Такова героя понять, воплотить – это довольно очень сложная задача для не просто для вокалиста, да, скажем, а и для драматического актера. Что касается нашей постановки, я думаю, что мы сделали свои выводы, добились неких своих результатов, максимально постарались воплотить ту идею, которая была заложена автором. Я думаю, что Манучей Рахмонов справился на отлично, потому что, когда я показывал запись в Москве на защите диплома,
было очень много хороших отзывов на насчет спектакля. Матни нахши Герман Роман толи хариб думо азиот карда. Характери нахшро киви донистем азиот кардан осонтар мешават. تا جایی ما درک نمودیم یعنی نمایشنامه با فوجه انجام یابد. با فوجه انجام یافتن نمایشنامه این که گرمان از طرف خود کشته می شود با اون سلاحی که در بر داشت. برای چی؟ در آخر نمایشنامه او عهد میکند که باید او سیر را در اول در بین نمایشنامه فهمید که با وسیله گویم همون روحی بانوی پیک هم پیرزن او می خواهد بسنجد то чанде муафак мегарда. Что это, Лиза? Здесь, Боже мой, зачем, зачем ты прощаешь? Да, не клянешь, да. تشکر میگویم برای یک صحبت گرم و صمیمی و تشکر میگویم که امروز در برنامه ما شرکت ورزیدید و اطراف نقش خود در نمایشنامه بانوی پیک با مو بیننده سفینه معلومات دادید و امیدوار هستیم که آینده نیز در اپراهای کلان حج باز نقش میآفرید و دل مخلصان خود را شاد میسازید. البته من منتداری خود را به شما بانوی مهربان میرسانم که ما رو دعوت کردید به این برنامه و به مردم شرفمند تاجیکستان اولا که بهار نازنین رو مبارک باد میگویم. بسیار خوشحال هستیم که امروزها در تئاترهای ما به تماشا می آیند و البته که ما کوشش به خرج می دهیم که باز هم نمایش های بهترین و خوبترین رو بهری تماشابینان این تئاتر به صحنه ها گذاریم و البته که صنعت والای خود رو نه فقط در تئاتر بلکه به عرصه جهانی برداریم. تشکر زیاد به شما نیز در فعالیت ایجادیتون برار رو تمنا میکنیم. شما ده بینندگان گرامی قهرمان برنامه نقش بودن هنرپیشه جوان و صاحب استعداد از تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی منوچهر رحمانوف. خیر خوش باشید.